آهوفقان دیکتاتوری آخوندی از تشدید تحریم‌های بین المللی و زوزه های زهرخواران تحمیلی در جنگ گرگ‌ها. سعید حجاریان، مهره اطلاعاتی باند مغلوب: تحریم از همه چیز مهمتر است، باید به روحانی کمک کنیم تا کارها را پیش ببرد. اعضای کنگره آمریکا ضمن حضور در جلسات مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی سخنرانی هم می کنند. الان که دیگر دست آنها بازتر هم شده است. در تحریم هایی که در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب می شوند، خیلی تحت تأثیر مجاهدین خلق و غیره هستند و مجاهدین خلق فعال و اثرگذارند. میگویند لابی ایران باید ساکت شود. این حرف ها را جمهوری خواهان آمریکا و سازمان مجاهدین خلق میگویند. الان هم میخواهند هنوز هیچی نشده یک انگی به روحانی بچسبانند. سعید حجاریان، مهره اطلاعاتی رژیم آخوندی از باند مغلوب، که چندی پیش بر لزوم حمایت از آخوند روحانی تاکید کرده و گفته بود در صورتی که دولت روحانی زمین بخورد نظام نابود میشود، مجدداً به صحنه آمد و این بار پرده را کنار زد و اذعان کرد که تحریم ها رژیم را به زانو درآورده است و مجاهدین خلق یکی از مسببین این فشارها و انزوای بین المللی نظام هستند. روزنامه حکومتی اعتماد در این باره نوشت: بعد از گذشت چند هفته، سعید حجاریان طی تماسی با روزنامه برای انجام یک گفتگو اعلام آمادگی کرد، اما موضوعی که تمایل داشت درباره آن به گفتگو بنشیند نه انتخابات ریاست جمهوری، بلکه مسئله تحریم ها و فشارهای بین المللی بود. از او پرسیدیم حالا چرا بعد از این همه وقت میخواهید درباره بحث تحریم ها گفتگو کنیم، که در جواب گفت فعلا این مسئله از همه چیز مهمتر است و باید به روحانی کمک کنیم تا بتواند کارها را پیش ببرد. وی تأکید کرد: تحریم، و شما چه می دانید که تحریم چیست؟ حجاریان در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد مصوبه تحریم های اخیر کنگره آمریکا علیه رژیم می گوید: به ویژه در قضیه تحریم هایی که علیه ایران در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب می شوند، لابی های خارج از مجلس سنا آمریکا به شدت فعال هستند. تندروهای جمهوری خواه مانند آقای مکین، که آنها هم خیلی تحت تأثیر لابی های مانند مجاهدین خلق و غیره هستند. آنها مجاهدین خلق فعال و اثرگذارند. حتی در جلساتی که سازمان مجاهدین برگزار می کنند، بعضی اعضای کنگره آمریکا برای حضور در آنجا دعوت می شوند. آنها ضمن حضور علیه جمهوری اسلامی سخنرانی هم می کنند. این امر سابقه دار است. در همان زمان هم که این سازمان در لیست بود، رفت و آمد داشتند. الان که دیگر دست آنها بازتر هم شده است. مهره اطلاعاتی باند مغلوب نظام از آمریکا می‌خواهد به حضور روحانی در حاکمیت توجه کند و با تعجب می‌پرسد: آیا آمریکا متوجه تغییر وضعیتی نیست که در ایران به وجود آمده است و روحانی رئیس جمهور است؟ و الان نباید تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند؟ می‌خواهند هنوز هیچی نشده یک انگی به آقای روحانی بچسبانند. اینها می‌خواهند بگویند هر ضربه‌ای خورده‌اند از سلفی‌ها، وهابی‌ها و القاعده نبوده، بلکه از ما بوده است، در حالی که ما در قضیه عراق و افغانستان به آمریکا کمک کردیم. من تعجب می‌کنم که چرا آنها به ما گیر می‌دهند. اینها میگویند تا مسئله ایران حل نشود، مسائل سوریه، عراق و افغانستان هم حل نخواهد شد. به قول خودشان میخواهند از هسته‌ای شدن ایران به هر شکل ممکن جلوگیری کنند. به همین خاطر فکر میکنم رویکرد آمریکا به ما حاصل لابی هایی است که در مجلسین این کشور انجام میشود. الان یک عده در آمریکا راه افتادند و میگویند لابی ایران باید ساکت شود. این حرف ها را جمهوری خواهان آمریکا و سازمان مجاهدین خلق میگویند. سعید حجاریان افزود: الان مشکل روحانی هم در داخل و هم در خارج با تندروهاست.
روحانی باید با اروپایی ها و آمریکا مذاکره را ادامه دهد تا مسئله حل شود. او باید یک آدم کاربلد را به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای انتخاب کند. وی بار دیگر تاکید کرد توجه داشته باشید که قطعنامه شورای امنیت را نمیتوان به این سادگی ها لغو کرد. در شورای امنیت قضیه فرق میکند. حالا احمدی نژاد میگفت آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود.